در 60 دقیقه امشب گزارش دادستان نظامی تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. سامانه پدافند موشکی سپاه نمیدانست که شمال کجاست. با یک کارشناس نظامی صحبت میکنیم و میپرسیم که میتوان چنین عذری را از یک نهاد نظامی پذیرفت و با همسر یکی از جانباختگان حادثه حرف میزنیم. همچنین در برنامه امشب سوگواری برای سه داوطلب مهار آتش در دامنه‌های زاگرس، فعالان از کمبود شدید امکانات برای نجات جنگل‌ها شاکی‌اند. تصاویر اختصاصی بی بی سی از محل انفجار در شرق تهران، عکس‌ها به ما چه می‌گویند؟ هشدار محمود احمدی نژاد درباره مذاکرات مخفیانه برای قرارداد بلند مدت با چین. دولت ایران می‌گوید سند همکاری 25 ساله نکته مبهمی ندارد. با روزنامه نگاری صحبت میکنیم که در مقاله ای از اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین صحبت کرده و از چند و چون آن بیشتر میداند. تنین همنوایی در آرامگاه. کنسرت یادبود قربانیان کرونا در یک قبرستان ایتالیا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. گزارش دادستان نظامی استان تهران درباره ساقط شدن هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین زنجیره‌ای از خطاهای فنی و انسانی را نشان می‌دهد که به اشتباهی فاجعه بار انجامیده. تکان دهنده ترین بخش گزارش این است که پدافند سپاه پاسداران در تنظیم مختصات و جهتیابی بیشتر از 100 درجه اشتباه کرده. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران می‌گوید که می‌شد با احتیاط بیشتر و به کار بستن تجربه از این فاجعه جلوگیری کرد. او گفته 3 نفر از کسانی که در این حادثه نقش داشتند بازداشت شدند. پرواز شماره 752 اوایل صبح روز 18 دی ماه هدف شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان کشته شدند. این گزارش چقدر موضوع را روشن‌تر کرده؟ آیا از بار مسئولیت فاجعه کم می‌کند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کاوه مشکات. شهریار فردوسیه، خدای خود کمک کن. حدود 6 ماه از حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی می‌گذرد و هنوز معلوم نیست که دقیقاً چرا و چگونه سیستم پدافند سپاه این هواپیمای مسافربری را با 2 موشک هدف قرار داده. پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین صبح روز 18 دی ماه و ساعتی پس از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. تمام 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. مقام‌های ایران بعد از 3 روز انکار و پنهانکاری اعلام کردند که این هواپیما در اثر اشتباه فردی یک مأمور سپاه سرنگون شده. دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره. پس از کش و قوس فراوان بر سر فرستادن جعبه سیاه این هواپیما، حالا غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران در دیدار با گروهی از خانواده‌های کشته شدگان این هواپیما از یافته‌های جدید درباره این حادثه پرده برداشته. به گفته دادستان نظامی تهران سیستم سیار پدافند موشکی سپاه در تعیین جهت اشتباه می‌کند، یک خطای هولناک 105 درجه‌ای. همین اشتباه باعث می شود اپراتور هواپیمایی که در حال دور شدن از تهران بوده را به عنوان هدفی ببیند که به تهران نزدیک می شود. دادستان نظامی تهران گفته که مسئول سامانه دفاع موشکی بعد از اینکه پاسخی از سمت مرکز هماهنگی دریافت نمی کند، موشک اول را با تصمیم شخصی خود شلیک می کند. آقای ترکی میگوید که ارتباط کاربر و مرکز تنها چند دقیقه قطع بوده و در بخش دیگری از گزارشش گفته که 26 ثانیه بعد از موشک اول موشک دوم شلیک میشود. دو تا موضوع باعث شد که ما بلافاصله اطلاع رسانی نکنیم این رو، یعنی به نفع امنیت کشور بود، چون اگه مطرح میکردیم کلا سیستم پدافندی ما دیگه
فشل میشد. خب بچه ها اصلا به همه چی دیگه شک میکردن. آنطور که دادستان نظامی تهران گفته، همه مسئولیت این حادثه متوجه اپراتور سامانه موشکی است و نه فرماندهان آنها. 3 نفر هم همچنان در بازداشت هستند. افرادی که گفته شده می توانستند با احتیاط لازم جلوی این فاجعه را بگیرند. 10 سالش بود، 10 سال. اما هنوز روشن نیست که چرا جلوی پرواز هواپیماهای غیر نظامی در شرایطی چنان پرتنش گرفته نشده بود و چرا پذیرفتن مسئولیت سرنگون کردن این هواپیما 3 روز طول کشید و در آخر چرا در تحویل دادن جعبه سیاه هواپیما این همه تأخیر و تعلل شده است. کاوه مشکات، بی بی سی. مایک میهایلوویچ، متخصص فناوری نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، از تورنتو با ما هستن. آقای میهایلوویچ، چطور ممکنه که یک سامانه در جهتیابی 105 درجه اشتباه بکنه؟ سوال خوبی هستش. ببینید، یک قاعده هستش، وقتی شما یک سلاح رو، یک موشک رو میذارید روی یک سامانه، باید دقیق بتونید که هر فرد و هر دستگاهی از این سامانه رو در محل درست مستقر بکنید. این کاری که هر فرمانده باید انجام بده. از لحاظ نظری هر چیزی ممکن هست، ولی یک خدمه یا کسانی که خیلی تعلیم دیده باشن، مجرب باشن، احتمالاً چنین اشتباهی رو مرتکب نخواهد شد. اما شاید امکان داشته باشه که اشتباهی صورت بگیره، مثلا 1 یا 2 درجه، ولی در چنین حدی از اشتباه، مثلا اینکه تصمیم بگیره اصلا کلن به یک سمت دیگه شلیک بکنه، این واقعا محل تردید داره و میشه نتیجه گرفت که شاید اون کسانی که این سامانه ها رو دارن اداره میکنن درست تعلیم ندیدن. گفته میشه که کاربر سامانه خودش با تشخیص خودش این کار رو کرده، فرماندهان چندان نقشی نداشتن. این عذر رو میشه از یک نهاد نظامی پذیرفت؟ بله، به نظر منم این یک بهانه هست، برای اینکه فقط یک حالتی ممکن میتونه باشه که یک مثلا فرمانده معاف باشه از عمل کرده اینها. من اونم یک خطر فوری هستش، مثلا در یک شرایط شما یک محیط جنگی قرار بگیرین و دستور داشته باشین که به هر چیزی که حرکت میکنه شلیک بکنین. اما این سامانه‌ای که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، به نظر من به هیچ وجه در شرایطی نبود که اون سامانه بخواد توی حالت آماده باشه جنگی قرار داشته باشه. برای همین اون سلسله مراتب نظامی باید رعایت میشد، یعنی هر فرماندهی نگاه بکنه توی اون وضعیتی که تحت حوزه خودش قرار داره و بعد این رو بخواد با سلسله مراتب بالاتر خودش هماهنگ بکنه اگه بخواد تصمیم خاصی بگیره، و بعد اگر یک شناسایی مثبتی از یک هدف صورت بگیره که این شناسایی مثلا از طرف یک هدفی هست متعلق به دشمن، اون موقع فرمانده موافق دستور شلیک رو صادر بکنه. فقط در شرایطی که یک سامانه دفاعی تو یک شرایط جنگی و در یک محل جنگی قرار داره، میشه گفت که شاید فرد موافق معاف باشه و کسی که موشکی یا دستگاهی رو یا سلاحی رو شلیک میکنه لزوم به هماهنگی با موافقی خودش نداره. اما در این شرایط شما یک سری یک هیرارشی دارین و این سلسله مراتبی دارین که هر کس که این اداره این دستگاه ها و سامانه ها رو بر عهده داره باید هماهنگ بکنه با موافق های خودش. بله. تا بتونن اول ببینن که اصلا این هدفی رو که تو آسمون شناسایی کردن چه هدفی هستش و بعد آیا باید فعال بکنن اون سامانهای دفاعی رو یا نه. اگر اون دستگاه های شناسایی هنوز درست شناسایی نشده باشن یا فرماندهان موافق تمام تلاش رو نکردن که اطمینان حاصل بکنن که اون هدف یه هدف متخاصم نیست، نباید چنین کاری رو بکنن. بعضی موقع ها امکان داره این اتفاق بیفته که مثلا اون فردی که موشک رو شلیک میکنه واقعا بدون هماهنگی با موافق خودش این کارو بکنه، ولی واقعا خیلی کمی اتفاق میفته. من تا حال اینو ندیدم که کسی بتونه بدون هماهنگی با موافق خودش
و بدون گرفتن دستورهای مشخص برای هدف قرار دادن یک جسم متحرک در فضا دست به این کار بزنه. آقای میهایلوویچ، اگر کوتاه جواب بدید خیلی ممنون میشم. اگر در هیچ جای دیگه از دنیا چنین اتفاقی بیفته، سطح برخورد فقط در همین حد خواهد بود که سه تا از کاربران این سامانه موشکی رو بازداشت کردند؟ ببینید، تمام اون سلسله مراتب فرماندهی باید مورد بازبینی و تحقیق قرار بگیره. برای اینکه این سامانه‌های دفاعی بله یک واحدهای مستقل هستند، ولی در عین حال سلسله مراتب فرماندهی دارن که به همه جای مختلف دستور میده. اینا گردان‌های مختلف، تیپ‌های مختلف جنگی، همه سلسله مراتب وجود دارن که اینها هم باید در بازبینی این سلسله مراتب مورد تحقیق قرار بگیرند. ولی وقتی اگر مثلا یک جسمی که متخاصم تشخیص داده شد و اون فردی که اداره سامانه رو به عهده داره به طرف شلیک بکنه، واقعا باید همه چی دقیق با سلسله مراتب هماهنگ بشه و مافوق‌ها باید قشنگ در جریان قرار بگیرن. ممنونم از مایک میهایلوویچ، متخصص فناوری نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا. جواد سلیمانی، همسر الناز نبی، یکی از جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراین و همینطور عضو انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 از ادمونتون کانادا با ما هستند. آقای سلیمانی، نظر شما درباره این گزارش چیه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما با تشکر از دعوتتون و تشکر از کارشناستون آقای میهایلوویچ. ببینید، انسانی که در حال غرق شدن باشد چنگ میزند، به همه چی چنگ میزند. این که میگن 105 درجه، کارشناستون گفتن 1 درجه، 2 درجه، 20 درجه، 105 درجه برای کالیبر کردن اصلا معقول نیست. من گزارش در واقع صحبت آقای ترکی دادستان نظامی تهران که اساسا قابل اعتماد نیست، من یه نکته ای رو میخوام بگم. قبل از حمله موشکی آمدانه به پرواز PS752، شما نگاه کنید، بنا به اعترافات سردار حاجی زاده و مقامات جمهوری اسلامی، حریم هوایی ایران باید بسته میشد. گفتن 400 نقطه دیگه آمریکا رو تو منطقه میخواستیم بزنیم. گفتن آمریکا میخواسته 52 نقطه دیگر رو بزنه. خب حریم هوایی با توجه به اعترافات خود مسئولین جمهوری اسلامی باید بسته میشد. نبستن حریم هوایی جنایت جنگی است. جمهوری اسلامی ترسیده از این قضیه، در واقع پرونده به دادگاه بین المللی بره، همین الان در واقع وکلای مختلف رو استخدام کرده. میدونن که این پرونده صرفا همون نبستن حریم هواییش منجر میشه به جنایتکار جنگی بودن. نکته دیگه که در مورد اظهارات آقای ترکی من خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که این حمله آمدانه بود، جدای از نبستن حریم هوایی. علتش اینه که به سوالات ما پاسخ ندادند. یک، آیا اساساً امکان دارد موشک کروز و هواپیمای بوئینگ 737 سری 800 در سامانه تور اموان قابل تشخیص از هم نباشند؟ موشک کروز یا از مرز جنوبی اومده یا از مرز غربی، این چند صد کیلومتر طی کرده. چگونه است که سامانه یک پارچه پدافندی اینو شناسایی نکرده و ناگهان بالای سر فرودگاه مسافربری شناسایی کرده؟ نکته بعدی این که چگونه است که پروازهای هممسیر با پرواز PS752، نزدیکترین پرواز هممسیر با پرواز PS752، از مسیر اصلی منحرف کردن که در واقع پایگاه بیدگنه رو دور بزنه و بعد اجازه دادن پرواز PS752 مسیر معمولیشو بره و ناگهان با موشک بزنن؟ هیچ اشکالی نداره. آقای ظریف که دروغ میگن تو رسانه‌های مختلف در مورد وضعیت ایران و پرونده، من همینجا دعوت میکنم BBC، هر شبکه‌ای که بگن، شبکه‌های خود جمهوری اسلامی، زنده بیان این سوالا رو جواب بدن. آقای حاجی زاده هم با خودشون بیارن جواب بدن. نمیارن، جرأت ندارن بیان. اگر اشکالی نداره نیام، تو دادگاه بیان جواب بدن. خب. تو دادگاه باید بیان جواب بدن. آقای سلیمانی، 6 ماه تقریبا، 10 روز کمتر از 6 ماه از حادثه گذشته، شما هم پیگیری کردید. آیا منظورتون این است که از همسر شما و کسانی که با ایشون در یک هواپیما بودند به عنوان سپر انسانی استفاده شده؟ ببینید، سوال خوبیه. ما داریم میگیم که نبستن حریم هوایی جنایت جنگی است، این قضیه اول. ما میگوییم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، آمدانه، آگاهانه هواپیمای مسافربری PS752 رو سرنگون کرده. اگر میگویند نبوده است،
بیان این سوالا رو جواب بدن. خیلی ساده است دیگه، لایو همین الان هر وقت بیان این سوالا رو جواب بدن. ما میگیم عامدانه بوده، اگر میگویند عامدانه نبوده بیان این سوالا رو حقایقی که ما میگیم رو جواب بدن. شما تاکید دارید که عامدانه بوده، خب سپاه پاسداران میگه که خطای انسانی بوده. از نظر شما آیا فردی در اون هواپیما بوده که باید هدف قرار میگرفته؟ منظورتون این هست از اینکه عامدانه بوده؟ ببینید نه، من همچین صحبتی نکردم چه فرد خاصی بوده یا نه، اما این نکته خوبی بود که پرسیدید. جمهوری اسلامی اساساً اگر عامدانه حمله نکرده چرا کرش سایت رو بلافاصله بولدوزر انداخته؟ چرا موبایل های جان باختگان رو بسیاریش رو به خانواده ها تحویل نداده و از تیم تحقیقات اوکراینی با توجه به صحبت های خود مسئولین اوکراینی موبایل ها رو گرفتن اجازه ندادن بررسی بشه؟ قضیه چی بوده؟ خیلی ساده است، اصلا پیچیده نیست واقعا. یک سری سوال مشخص وجود دارد. جمهوری اسلامی، سردار حاجی زاده، جواد ظریف بیان این سوالا رو جواب بدن. هر جایی که میگن نمیان اشکالی نداره، خب دادگاه میان جواب میدن. نتیجهش هم اینه که میشن آقا جنایتکار جنگی. بعد تبعاتش بر جمهوری اسلامی دیگه مشخصه. منظورتون این هست که پیگیری های قضایی شما در سطح بین المللی ادامه داره؟ بله 100%. ببینید انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 اکثریت مطلق خانواده های جان باختگان رو نمایندگی میکنه و ما در تعامل کامل با دولت های کانادا و اوکراین هستیم و سایر دولت ها و همچنین نهادهای بین المللی و قطع به یقین شما بدونید دولت کانادا و دولت اوکراین دادگاه بین المللی لاهه جزء گزینه های اصلیشه که در واقع مقامات جمهوری اسلامی بیان پاسخ بدن و برای برقراری عدالت. ما صراحتا اعلام کردیم به مقامات مختلف بحث غرامت و کامپنسیشن اساسا اولویت ما نیست. ممنونم آقای سلیمانی. ممنونم از جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، یکی از جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، و با امید اینکه عدالت اجرا بشه. مرسی. ساکنان شهر پاوه در کردستان دیشب در مراسم تشییع 3 جان باخته آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع زاگرس شرکت کردند. ساعتی پیشتر فعالان محیط زیست خبر داده بودند که آنها در تلاش برای مهار آتش در منطقه بوزین و مرخیل جان خود را از دست دادند. قبل از آنها هم 2 نفر دیگر، 1 سرباز و 1 داوطلب، امسال در آتش سوزی های جنگلی که همچنان در استانهای کردستان فارس و کوهگیلویه و بوی رحمت شعله ور هستند کشته شدند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. 3 قربانی آتش سوزی های زاگرس در طبیعت کردستان. مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی. در حالی که خود تصویر شریف باجور، یک جانباخته دیگر مهار آتش در سال 97 را در دست دارند. شهرستان پاوه دیشب در سوگ آخرین قربانیان آتش سوزی ها در منطقه بوزین و مرخیل اجساد آنها را بدرقه کرد. سکوت سوگواران خیلی زود جای خود را به زجه داد و سپس شعار شهید نمی میرد. روز شنبه خبر مهار آتش در بوزین و مرخیل رسید، ولی دوباره شعله ور شد، آن هم در مناطق صعب العبوری که مهار آتش تنها با بالگرد ممکن است. اما بالگردی در کار نبود. اصلا معلوم نیست ایران بالگرد کارآمدی برای اطفای حریق دارد یا نه. حالا تعداد قربانیان نداشتن امکانات اولیه برای مهار آتش تنها امسال به 5 نفر رسیده. هفته پیش بود که مردم گچساران به سوگ مرگ دلخراش البرز زارعی نشستند. دولت و حکومت ایران مهار آتش سوزی در جنگل‌های کشور را یک اولویت راهبردی نمی‌داند. تنها در خرداد ماه امسال 40,000 هکتار از عرصه‌های طبیعی ایران به خاطر آتش سوزی‌هایی که از قبل هشدارش داده شده بود از بین رفت. نتیجه تمام فشارها و شکایت‌ها این بود که مقداری لوازم اولیه مثل کیف و کفش و دمنده به بعضی داوطلبان داده شود. تازه آن هم با کمک نهادهای غیر دولتی. ولی ایران نه نیروی مجهز و تعلیم دیده برای مهار آتش در جنگل‌ها دارد و نه حاضر از پول چندانی برای آن خرج کند. حالا بعضی از مسئولان میگویند اصلا این آتش سوزی ها کار ضد انقلاب است. و متقابلا خیلی از مخالفان حکومت در کردستان میگویند 3 قربانی دیروز آتش سوزی ها بر اثر انفجار مین و یا تیراندازی کشته شدند.
مقامات محلی هر دو نظریه را تکذیب کردند. حجم زیاد آتش سوزی ها باعث شده خیلی ها نقش گرما و بی احتیاطی های گردشگران و کشاورزان و دامداران را نادیده بگیرند. پشت سرت. در میانه بازار شایعات آتش همچنان در جنگل ها و مراتع زاگرس می سوزد. ماشاءالله رضا. و در هر نقطه تعداد کمی از جوانان محلی وظیفه اطفاء حریق را در دل کوه و کمر بر عهده می گیرند. رضا داری محاصره به. رضا بچشقب. برای این داوطلبان هر لحظه از نبرد با آتش خطر مرگ دارد. مرگ برای حفظ جنگل هایی که کوچکتر و ویرانتر می شود. وحشتناکه. منطقه لوداب زیزی. 84. و درخت های بلوطی که ارزش اقتصادی هر کدام از آنها بالغ بر 200,000 دلار برآورد شده. از برخی افراد میگن که درختی نمی سوزه. چرا؟ درخت های زیادی سوختن. این هم یه دمونهش. این درخت سبز بلوط. درخت کهنسال که صدها سال عمر داره. ببینید چجوری از درون داره می سوزه. مثل کوره آتش. مثل مختار خندانی، بلال امینی، یاسین کریمی و پیش از آن البرز زارعی، احسان عزیزی و پیش از آن شریف باجور و خیلی های دیگر. سیاوش اردلان، بی بی سی. یک داوطلب محلی برای مهار آتش در زاگرس از استان کوگیلیو و بوی رحمت روی خط تلفن با ما هستند. میخواستم از شما بپرسم که امکاناتی که در اختیار شما قرار میگیره در چه حدیه و دلیل اینکه شما تلاش میکنید که آتش مهار بشه چیه؟ عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما. ببینید امکاناتی که الان در اختیار ما هستش امکانات بسیار ساده و اولیه. فکر کنم دوستانی که در محل عملیات حضور پیدا میکنن معمولا با شاخ و برگ درختان سعی میکنن که آتش رو اطفا کنن. حالا تعداد خیلی کمی دمنده فعلا در اختیار گروه ها و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست قرار داده شده. چند تا از این حالا بعد از این دستگاه ها و امکانات تجهیزات رو اصلا خود مردم تهیه کردن. فعلا که واقعا میشه گفت از لحاظ امکانات تجهیزات اصلا وضعیت خوبی نداریم و همین هم باعث شده که داوطلبین متاسفانه در مناطق صعب العبور نتونن از خودشون در برابر آتش دفاع کنن و به شدت آسیب ببینن. گفتید که گروه های مردمی این کار رو میکنن، سازماندهی به چه شکل انجام میشه؟ ببینید یکی از مشکلات اساسی که در عملیات آتش سوزی وجود داره همین نبود مدیریت بین نیروهای مختلف هستش. مثلا نیروهایی از محیط زیست حضور پیدا میکنن، نیروهایی از منابع طبیعی حضور پیدا میکنن و معمولا داوطلبان مردمی و دوستداران محیط زیست همیشه هم پای ثابت این گونه عملیات هستن. متاسفانه مدیریت به درستی شکل نمیگیره، مخصوصا در حوزه نیروهای دولتی این تدبیر اندیشیده نشده که بتونن نیروهاشون رو سازماندهی کنن یا مناطق مختلفی رو پوشش بدن و این یکی از مشکلات اساسی هستش و جهگاهی هم ناهماهنگی بین این مدیریت ها باعث میشه که آتش سوزی در نواحی رخ بده و اصلا این نیروها متوجه نشن که این اتفاق رخ داده. گفتید که امکانات چندانی به شما اختصاص پیدا نکرده، آیا دستمزدی دریافت میکنید برای این کار؟ خیر، اصلا همچین چیزی مطرح نیست. اصلا دستمزد ما اصلا از تحویل گرفتن یک جفت کف یا پوتین برای حضور در مناطق عاجز هستیم، چه برسه به اینکه بخوایم دستمزدی دریافت کنیم. حتی اون دستگاهی را که هم میگم مثلا بچه‌ها دارن تهیه میکنن یا گروه‌های دوستدار محیط زیست اینا را تهیه میکنن، بیشتر به خاطر فراخوان‌هایی که میزنن و مردم پول واریز میکنن. اصلا همچین مسئله‌ای وجود نداره. ما حتی تجهیزاتی رو نتونستیم دریافت کنیم، چه برسه به اینکه بخوایم پولی یا بیمه یا چیزی برای بچه‌ها به دست بیاریم. متاسفانه نمیدونم، شاید گروهی به این چیزا دامن بزنن، ولی هیچ گونه نفع مادی برای دوستداران و فعالان محیط زیست وجود نداره و صرفا به خاطر عشق و علاقه به طبیعت به حفظ زاگرس هستش. چند تا از داوطلب‌ها جان خودشون رو از دست دادن، روی انگیزه شما یا کسانی که با شما به عنوان نیروهای داوطلب سعی میکنن آتش رو مهار بکنن اثری میگذاره؟
ببینید من فکر میکنم کسانی که واقعا عاشق محیط زیست باشن و طبیعت رو دوست داشته باشن این تأثیر مثبت باشه، یعنی روی افرادی که در عملیات حضور پیدا میکنن تأثیر مثبت داشته باشه. حالا کماکان و کما اینکه قبل از این اتفاقات این داوطلبین با خطرات آتش سوزی ها و بحران هایی که اتفاق میفته برای محیط زیست آشنا هستند و تقریبا چنین چیزی رو میپذیرن، ولی من فکر میکنم در اذهان عمومی و اینکه شاید مثلا فردی بخواد به گروه ها اضافه بشه و بخواد در آینده کمک کنه، بخواد از محیط زیست دفاع کنه، من فکر میکنم روی این مورد میتونه تاثیر منفی بذاره برای اینکه جذب نیروهای جدید یا فعالان جدید. ممنونم از شما. یک داوطلب محلی برای مهار آتش در زاگرس از استان کهگیلویه و بویراحمد. وزارت خارجه ایران حرف و حدیث ها درباره بستن یک قرارداد 25 ساله مخفی با چین را رد کرده و گفته که جزئیات آن ممکن است به زودی منتشر شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین گفته بود که مذاکرات پنهانی صورت گرفته و اگر این قرارداد برخلاف منافع ملی باشد معتبر نیست. مجید افشار در گزارشش نگاهی کرده به ماجرای این قرارداد و جنجالی که به پا کرد. یکی از چندین سفر وزیر خارجه ایران به پکن در سال گذشته به همراه تعداد زیادی از وزیران و مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران. گفته شده در این سفرها برنامه 25 ساله همکاری‌های جامعه ایران و چین یک گام جلو رفته، برنامه‌ای که طرحش سال‌ها قبل ریخته شده بود. پنج سال پیش رهبر ایران در دیدار با رئیس جمهوری چین با اشاره به سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی توافق دو طرف برای روابط استراتژیک 25 ساله را حکمت‌آمیز خواند. رسانه‌های بیگانه خودش و پیشنویس این طرح هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد، اما منتشر نشدن جزئیات این طرح صدای بعضی را درآورده. از جمله محمود احمدی نژاد که این روزها دوباره سفرهای استانیش را از سر گرفته. او در سفری به گیلان گفت هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور به ملت باشد معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. این جنایات کماکان ادامه داره در داخل و انتقاد رئیس جمهوری پیشین ایران توضیح وزارت خارجه را در پی داشت. گمان زنی ها همه اشتباه هست. من احساس میکنم که سند جوری هست که در آینده بشه این رو کامل منتشر کرد. چیز ابهام آمیزی نداره. طبیعی هست که همکاری های نزدیک و راهبردی دو کشور ایران و چین دشمنانی داشته باشه که دست به فضاسازی و تخریب این روابط بزنن. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به این گزارش پترولیوم اکانومیست است. این رسانه از قول منابعی در وزارت نفت ایران گفته بخشهایی از این قرارداد قرار نیست علنی شود. چین در مقابل دریافت امتیازاتی از ایران متعهد شده 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند. 280 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز و 120 میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل. اما در عوض چین محصولات نفتی را از ایران با تخفیف 30% می خرد. برای بازپرداخت مهلتی 2 ساله دارد و با یوان پرداخت می کند. همچنین چین می تواند 5000 نیروی امنیتی چینی را برای محافظت از پروژه هایش به ایران بیاورد و تخفیف ها و امتیازهای دیگری که باعث شده بسیاری این قرارداد را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند. سخنگوی وزارت خارجه اما این قرارداد را افتخارآمیز خوانده. افتخارآمیز یا ننگین، ایران به زودی به کمک چین در شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد. در بررسی قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، بعضی این دو را مرتبط می‌بینند و منتشر نشدن جزئیات این قرارداد به شبهه‌ها در این باره دامن زده. مجید افشار، بی بی سی. سایمون واتکینز روزنامه نگار اقتصادی از لندن با ما هستن. آقای واتکینز، شما در این باره مقاله نوشتید حدود 8 ماه قبل. اگر این موضوع مدت هاست که مطرحه، چرا الان جنجال برانگیز شده؟
متشکرم هستم که منو دعوت کردین. سوال شما سوال خوبیه. اتفاقی اینه، خود توافق در ماه اوت سال گذشته اتفاق افتاد، همونطور که شما هم گفتین. اما اتفاقی که حالا افتاده اینه که طی چند روز گذشته تعدادی از مهندسان ارشد و فنی از چین به ایران رفتند و در حال رایزنی با همترازان و هم پایه های ایرانی خود هستند درباره اینکه چجوری چینی ها کل این زیرساخت رو به جلو میبرند. یکی از مسائل همین بودش که رئیس جمهور سابق احمدی نژاد سخنرانی کرد که گفتش که نباید چنین توافقاتی در پشت پرده انجام بشه و همینطور تعاملات دیگه‌ای که داره پشت پرده اتفاق میفته. اساسا همه متوجه شدن که حالا چه پیش اومده. شما اطلاعات جالبی دارید در مورد یک قرارداد 400 میلیارد دلاری در مجموع بین دو تا کشور. اگر نگاه بکنیم به شکل جزئی‌تر، چه منافع از این قرارداد عاید چین میشه و چه منافع عاید ایران؟ خیلی خوب، پس بذارین همونجوری که شما سوال کردین جواب شما رو بدم. برای ایران چه منافعی برای ایران داره؟ اساسا ایران الان در موقعیتی هست که تضعیف شده. یک با حسن روحانی، یک رئیس جمهور میشه گفت غربگرای معتدل اصلاح طلب داشت که به دنبال یه سری پیشرفت‌های اقتصادی برای مردم ایران بود، میشه گفت مثلا این رو. ولی وقتی آمریکا تصمیم گرفت که از برجام خارج بشه، از توافق هسته‌ای خارج بشه، تصمیمی که دونالد ترامپ در سال 2018 گرفت، معنیش این بود که هیچ کدوم از اون قراردادهایی که ایران انعقاد کرده بود دیگه نمیتونستن عملی بشن. اون موقع اتفاقی که افتاد این بودش که نقطه ثقل سیاسی از میان روها رفت به طرف تندروها. تندروها کیا بودند؟ سپاه پاسداران و اون جناح پادگانی و نظامی. و حالا روی کرده ایران بسیار افراطی تر شده. در نتیجه ایران احتیاج به دوستان خوبی داره، دوستان قدرتمند داره و کسانی که قدرتمند هستن یعنی چین در شورای امنیت سازمان ملل هست، یکی از پیش کشوری که عضو دائم شورای امنیت هست و بعد هم روسیه. خب مسلما حالا ما به غیر از اون آمریکا رو داریم که خب مخالف ایرانه، بریتانیا و فرانسه داریم و که حالا خیلی ذره موضعشون مبهمه ولی خیلی نزدیک به ایران نیستن. این یه نکته. نکته دوم اینه که ایران به هر حال حداقل به 150 میلیارد دلار احتیاج داره تا بتونه توسعه صنعت نفت و گاز خودش رو به پیش ببره. 250 میلیارد دلار احتیاج داره برای کلن ارتقاء سطح کلی اقتصاد خودش به اون درجه ای که غربی ها در اقتصاد خودشون ازش برخوردارن. سومین نکته ای که چینی ها هم قبول کردن اینه که بله تمام نفتی گازی که ایران تولید میکنن رو برای خودشون ببرن. این نفتیه که ایران از قضیه میبره، این سه تا موردی که گفتم. ولی برای چین چه نفعی داره؟ واقعا فهرست طولانی رو میشه ذکر کرد. مثلا ایران کلن نسبت به این توسعه پروژه راه ابریشم که جز پروژه چین هست برای توسعه نفوذ خودش به ورای آسیا، چیزی نیست که ایران هم خیلی بهش مایل باشه. ولی چین با دسترسی پیدا کردن به توسعه مزایای توسعه صنعت نفت و گاز ایران، اون موقع اگه این اتفاق نیفته خب روسا جای پای چینیا میذارن. خب این یه معنی داره. معنیش این هستش که چینی ها و روسی ها تصمیم میگیرن که نفت و گازی که ایران تولید میکنه به کجا میره. خب این خیلی برای اونها هم برای چینی ها هم برای روسا مفید هست. و نکته دیگه اینه که چینی ها در مجموع در حال حاضر 32% تخفیف میگیره در نفت و گازی که ایران تولید میکنه. حداقل 12%
تخفیف تضمینی در طی 6 ماه اول میگیره، تخفیف از اون مبنای قیمت بازار، و بعد هم 6% و 7% هم به خاطر ریسکای متغیری که حالا وجود داره، و بعد هم مقدار دیگه تخفیف میگیره به خاطر اون تخفیف های مشابه تخفیف هایی که در آفریقا میگیره برای فعالیت های تجاری که داره. و خلاصه مجموع تخفیف هایی که میگیره 32% هستن. این دومین مزیت هستش برای چینی ها. و مزیت اولی گفتم نفوذ و کنترل در منطقه برای آسیا. و نکته سوم، مزیت سوم برای چین این هست که چینی ها قادر خواهند بود مشاوران خودشون، نیروهای انسانی خودشون، کارشناسان خودشون رو بر روی زمین قرار بدن، همون کاری که در آفریقا کردن، در میدان قرار بدن. میتونن برن به ایران، میتونن پر از میتونن در سراسر ایران نیروی کار خودشون رو مستقر بکنن. یکی از هدف اینه که چینی ها بتونن کارخونه هایی در ایران درست بکنن که درست مشابه کارخونه های خودشون در چین هستن. کسانی که مدیران کارخونه ها احتمالاً اکثرشون چینی ها خواهند بود، چند مدیر ایرانی داشته باشن، اما مدیران ارشدشون چینی ها خواهند بود. و اون چه که بعد این ممکن خواهد کرد اینه که در این حال میتونن یک قرارداد دیگه امضا بکنن به یک قطار سریع السیر بین ایران و چین که بره به سمت تبریز، به سمت شمال غرب ایران، و بعد از اونجا بره به ترکیه و به قلب اروپا. ایران برای خودش حالا اونقدر مهم نیستش که حالا چنین خطایی باشه یا نه، ولی چین واقعا خیلی دلش میخواد که این رو داشته باشه، برای اینکه کمک میکنه البته یه زنم به ایران که بتونه یه کنترل بیشتری هم روی عراق داشته باشه، روی همسایه خودش. متشکرم. ممنونم از سایمون واتکینز، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. تصویرهای جدیدی که از محل انفجار اخیر در شرق تهران به دست بی بی سی فارسی رسیده، ابعاد این حادثه را با جزئیات بیشتر نشان میدهد. این تصویرها را شرکت مکسار در اختیار بی بی سی گذاشته و محل انفجار جمعه گذشته را قبل و بعد از حادثه نشان میدهد. همکارم شبنم شعبانی اینجا با من. این تصویرهای تازه، شبنم، چی میگه؟ چه اطلاعات جدیدی منتشر میکنه؟ جمال، مهمتر از هر چیزی، حالا به جزئیات بیشتری که از این تصاویر میشه تفسیر و تعبیر کرد میرسیم، اما مهمترین چیزی که در این تصاویر به نظر میرسه اختلافش با مکانی است که روایت حکومت ایران بوده بعد از حادثه. بامداد جمعه اتفاقی که افتاد تا چند ساعت در سکوت خبری بود. روز بعد گزارشی ما دیدیم در تلویزیون دولت ایران، در اون ادعا شد، تصاویر رو هم ما میدیدیم با شات‌های بسته، که مخازن گاز در پارچین بوده، در تأسیسات پارچین که منفجر شده و خسارتی رو هم بر جای نگذاشته، خسارت جانی منظورمه. اما تصویری که ما الان داریم میبینیم بر مبنای اون چیزی که مکسار به دست ما داده 24 کیلومتر فاصله داره با پارچین، در واقع در شمال پارچین، شمال، اگر دقیق تر بخوایم بگیم، کمی شمال غربی پارچین، و دقیقاً در نقطه‌ای هست که تأسیساتی که این روزها اسمش هم شنیده شده، بارها گمانه‌زنی شده، اما این تصاویر نشون میده در محل تأسیسات خجیره، جایی که خب انواع اقسام به دلیل اطلاعاتی که راجبش وجود نداره و فقط چیزهای کوچیکی راجبش بیرون اومده، از تونل‌های زیرزمینی که درش موشک‌هایی وجود دارن حرف زده میشه تا بسیاری چیزهای دیگه، ما این رو اینجا نمی‌دونیم. اما چیزی که این تصویرها داره به ما نشون میده اتفاقی که افتاده در محل خجیره، ابعادی هم که اتفاق افتاده قابل توجه. اگر بخوام خیلی سادش بکنم، عددی که حالا برآوردی که میشد کرد 173 هزار متر مربع بوده مساحتی که ما داریم میبینیم سوخته، پوشش از بین رفته، و انفجار به مرکزیت یک ساختمان در اون محل که اگر در تصاویر بتونیم ساختمون رو ببینیم اتفاق افتاده و به یک شعاعی کنارش سوخته و از بین رفته. اگر بخوام مقایسه بکنم و سادش بکنیم، برابر هست با حدود 24 تا زمین فوتبال، و این نشون میده که ابعاد این انفجار
انفجار بسیار بسیار بزرگ بود. تقریبا در قبل و بعد تصاویر ما چیزی نمی‌بینیم باقی مونده باشه از اون ساختمون. و اگر تصاویر مادون قرمزی رو هم که از پوشش گیاهی سالم ماکسار تهیه کرده نگاه بکنیم، در حوالی اون منطقه یه خطی انگار کشیده شده، یک مرزبندی شده که اون پوشش گیاهیه که داره ماکسار میگه اینها سالم مونده و نشونه اینه که حالا تخریب انفجار به اونها نرسیده. یعنی تا اون شعاع، تا مرز اون پوشش گیاهی آسیب دیده که قابل توجهه. قبل و بعد چیزی که قابل توجه اینه که ما پوشش رو، پوششی که از بین رفته، آثار و آوار حتی اون ساختمون رو هم نشون نمیده و این نشون دهنده اینه که ابعادش بسیار بزرگ بوده، چنانچه از نقاط بسیار دوری در تهران و حتی بیرون از تهران تقریبا در پردیس و اینها هم دیده شده بود نورش. و همون موقع هم به خاطر ابعاد بزرگش و وسعتی که پیموده بود این نور انفجار رسیده بود و افراد، محل بحث و گمانه‌زنی بود. اما چیزی که الان ما قطعاً میدونیم بر مبنای اینها، حالا خیلی هاشو میشه بیشتر مطالعه کرد و تفسیر کرد، اینه که کاملاً روایت حکومت ایران، روایتی که ارائه داد که این در پارچین اتفاق افتاده، متفاوت بر مبنای نقصا و مسافت کمی هم نیست، 24 کیلومتر فاصله داره. ایران تکذیب میکنه و بعضا روایت رسانه های نزدیک به حکومت ایران جوری با پوزخند و طعنه بوده که نه، هرگز همچین روایتی که بعضی از رسانه ها میگن اینجا فعالیت های موشک وجود داشته محلی از اعراب نداره و حقیقت نداره. اما جزئیات قطعا بیشتر روشن خواهد شد، به خاطر اینکه خب باید پاسخ باشن شاید کسایی که الان بنابراین این تصویرها چی است، چه اتفاقی اینجا افتاده. اگر شما دارید میگید پارچین منفجر شده، چرا در تصاویر ما آثاری از انفجار در پارچین نمیبینیم، سوختگی در پارچین نمیبینیم و در جایی موسوم به خجیر میبینیم، در تاسیسات خجیر داریم میبینیم؟ ممنونم از شبنم شبانی. باید اضافه بکنم که مطلبی در همین زمینه در وبسایت بی بی سی فارسی هم داریم، این عکس ها در اونجا هم هست که میتونید نگاه بکنید. باید اضافه بکنم که در روزهای اخیر رسانه ها دو نقطه رو بهش اشاره کرده بودن. یکی از نقطه ها نقطه درستی نیست که نزدیکتر به پارچین، و همطور که شبنم هم اشاره کرد این نقطه ای که الان گفته شده که البته در گزارش های قبلی ما هم همین نقطه بود، نقطه درست همین جاست و این عکس ها هم اون رو تایید میکنه. و اما گزارش جدید دو نهاد حقوق بشری میگوید که اقدامهای حکومت ایران به اسم امنیت ملی و مقابله با تروریسم منجر به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور شده. بررسی های گروه بین المللی حقوق اقلیت ها و همچنین مرکز حمایت از حقوق مدنی سیزفایر نشان میدهد که حکومت ایران با استناد به قوانین امنیت ملی شهروندان خود را زندانی و شکنجه کرده و عده ای از آنان را به قتل رسانده. این گزارش همچنین میگوید که مقام های ایرانی خطر ناشی از شیوع کرونا را نه به عنوان یک چالش بهداشتی بلکه به عنوان یک مسئله امنیتی در نظر گرفتند و این بر روی کرد آنان برای مقابله مؤثر با شیوع کرونا اثر گذاشته. دروری دایک نویسنده این گزارش و پژوهشگر حقوق بشر از لندن با ما هستند. آقای دایک، نگاه امنیتی در تمام این سالها در دهه‌های متعدد در ایران جریان داشته، چه جنبه ای از گزارش شما تازه است؟ جنبه تازه اینه که ما البته شناختیم که نقص حقوق بشر در ایران وجود داره، خب اینا شناختیم، ولی این اولین بار که مثلا بحران کولباران، بحران سوختبران، بحران دستگیرهای مفصلی از افرادی که دو تا بیعتی داشته باشند یا خارجیان یا همطور درگیری های با عضو خانواده های کارکنان بی بی سی فارسی، همینطور اونها رو جمع کردیم از نظر امنیتی ملیشون و تأثیر اجتماعیشون رو نگاه کردم. در این چارچوب رو این مسئلات رو نگاه کردیم و نتیجهش مثبتی نبود. یه نمونه کوچکی میدم به شما. مثلا با یه خانومی که عضو خانوادهشون سوختبره، خب تو بلوچستان،
این خانم گفت که وقتی که من گفتم که خانم این کاری قاچاقچیه دیگه، هرچند سخت یعنی زندگی شما رو چه هرچند سخت باشه، این اصولا یه کار قاچاقچیه. به من خیلی شکایت کرده، گفت که نه شما نباید از کلمه قاچاقچی یا نباید از یک لحاظ غیر قانونی استفاده بکنید. با حضور سپاه در بلوچستان، با عدم فرصت کار در بلوچستان، بیچاره شدیم که دیگر یه فرصت دیگری نداریم. خب هرچند یک عمل غیر قانونی باشه، در شرایط اجتماعی که زندگی می کنند، تحت این چارچوب این زاویه امنیت کشور، امنیت ملی که زندگی می کنند، فکر کردیم که خب نقص حقوق بشر میشه، ولی که این جهان بینی امنیت ملی برای سلامت مردم ایران هم خوب نیست، مفید نیست، مثبتی نیست که اگر در این راه ادامه بکنند، خب ما باید حاضر باشیم که نتیجه غیر مثبتی پیدا بکنیم. شما در گزارشتون از رهبران ایران میخواهید که روش خودشون رو عوض کنن، فکر میکنید که این توصیه جدی گرفته بشه؟ خب دیگه البته بارها پیشنهادهای مختلف توسط سازمان ملل، نهادهای حقوق بشر گوش کردند بارها، ولی که خب هرچند درصد مشارکت انتخابات مجلس آخر رو، هرچند که پایین بوده، یه مجلس تازه داریم تو ایران، خب اونو یک وظیفه دارند که مشکلات مردم را حل بکنند. امیدواریم فقط امیدواریم که اونا یک فرصتی داشته باشند که به ما، به این پیشنهادهای مختلف مفصلی را گوش کنند. سعی کنیم با ایشون تماس بگیریم تا بهتر بفهمند که این روش، این جهان بینی امنیت ملی و تأثیرش بر سر مردم کشور چقدر بده، چجور یک نتیجه بدی حاصله میشه. ممنونم از جوری دایک، نویسنده این گزارش و همینطور پژوهشگر حقوق بشر. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز پناهجویان آمار تازه‌ای از تعداد و وضعیت پناهجویان در جهان منتشر کرده. بی بی سی وضعیت پناهجویان ایرانی را از این آمارها استخراج کرده. طبق این گزارش حدود 2 دهه قبل بیشتر درخواست‌های پناهندگی ایرانی‌ها رد می‌شد، ولی در 10 سال گذشته به اکثر درخواست‌ها جواب مثبت دادند. جزئیات در گزارشی از آناهیتا شمس. در آخرین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، مجموع تعداد پناهجویان و پناهندگان ایرانی در کشورهای جهان تا پایان سال 2019 میلادی تقریباً 215 هزار نفر بوده. حدود 130 هزار نفر از این افراد به عنوان پناهنده در کشور میزبان پذیرفته شدند و بیشتر از 86 هزار نفر هم در انتظار رسیدگی به پروندهشون هستند. البته این آمال شامل موارد سالهای قبل هم میشه و تنها موارد جدید رو نشون نمیده. این نمودار شماره پناهنده های ایرانی رو سال به سال نشون میده. قبل از انقلاب آماری از پناهجویانی با ملیت ایرانی ثبت نشده و موج پناهجویان بعد از انقلاب آغاز شده. این آمار تجمیعیه، به این معنا که 215 هزار نفر کل پناهنده و پناهجویان ایرانی هستند که تا پایان سال 2019 میلادی در کشورهای جهان یکی از این دو وضعیت رو داشتن.
بعضی از پناهجویان بر اساس قوانین کشور میزبان پس از مدتی شهروند و از این آمار خارج میشن. اما این نمودار آمار جدیدتری از پناهجویان رو نشون میده، البته از سال 1379. در سال 1395 69,000 ایرانی درخواست پناهندگی کردند که این بالاترین رقم ثبت شده در دو دهه گذشته است. پناهجویان ایرانی بیشتر به کدوم کشورها پناه میبرند؟ طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، مقصدهای نهایی بیشتر پناهندگان در سالهای اول انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق کشورهای آمریکا، بریتانیا و سوئد بوده. اما از آخر دهه 70 آلمان تبدیل شد به یکی از پناهگاه‌های اصلی ایرانیان پناهجو. پس از آلمان هم با فاصله زیاد کشور بریتانیا یکی دیگه از این مقاصد شد. در پایان سال 2019 حدود 1/3 ایرانیان پناهجو در آلمان بودند. در ترکیه و عراق هم تعداد زیادی هستند، اما این دو کشور بیشتر سکوی پروازی برای رسیدن پناهجویان به کشورهای دیگه است. اما درخواست چه تعدادی از این پناهجویان در کشورهای میزبان پذیرفته میشه؟ به عنوان مثال در سالهای 1397 تا 1398 درخواست 16,000 ایرانی پذیرفته و 15,000 تا هم رد شده. البته بیشتر اونها از امکان درخواست تجدید نظر استفاده میکنن که نتیجه اون در سالهای بعد مشخص میشه. موفقیت در گرفتن پناهندگی در کشورهای مختلف متفاوته. برای نمونه در سال گذشته میلادی در آلمان بیش از 3,000 درخواست جواب مثبت گرفتند و حدود 8,000 پرونده هم رد شدند. و درست در همین سال بریتانیا، کانادا و آمریکا به بیشتر پناهجویان ایرانی پاسخ مثبت داده. به طور کلی در 10 سال گذشته با درخواست پناهندگی ایرانیان بیشتری در کشورهای مختلف موافقت شده است. سازمان ملل متحد میگوید بحران کمبود غذا در سوریه به سطحی بی سابقه در 9 سال گذشته رسیده. بر اساس برآورد برنامه غذای سازمان ملل متحد، تعداد کسانی که در سوریه به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند به 9,300,000 نفر رسیده. این نهاد بین المللی میگوید هر ماه تنها نیمی از این جمعیت کمک های غذایی دریافت میکنند. کیوان حسینی گزارش میدهد. 9 سال جنگ تنها ساختمان ها را ویران نمی کند. زیر باران بمب و گلوله از اقتصاد سوریه هم چیز زیادی باقی نمانده. حالا دیگر بسیاری از شهروندان سوریه بدون کمک‌های بین‌المللی حتی نمی‌توانند شکمشان را سیر کنند. به گفته سازمان ملل شرایط از همیشه بدتر شده و سوریه در آستانه یک بحران بی‌سابقه کمبود مواد غذایی است. آنها که در این 9 سال از جنگ جان سالم به در بردند، حالا گرسنگی جانشان را به خطر انداخته. قیمت غذا در این 9 سال جنگ هرگز تا این اندازه بالا نبوده. مردم میگویند که توان خرید غذا را ندارند و باید صبر کنند تا غذا ارزان شود تا بتوانند خرید کنند. توجه کنید که اینها منتظر نمیمانند که تلویزیون یا کفش ورزشی بخرند، منتظر میمانند که غذا بخرند. پدر و مادرها دیگر نمیتوانند شکم بچه‌هایشان را سیر کنند، وعده های غذایی را کم میکنند، دارایی هایشان را میفروشند و هر روز غذای کمتری میخورند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، پارسال همین موقع با حقوق یک کارگر ساده در سوریه میشد 8 کیلو و 200 گرم گندم خرید. حالا با همان حقوق میشود 4 کیلو و 100 گرم گندم خرید. به معنای ساده، قدرت خرید مواد غذایی در این 1 سال نصف شده. ریشه اصلی بحران نزدیک به 1 دهه جنگ داخلی است. اما آنچه موجب شده تا قیمت این نانها روزانه گران و گرانتر شود، بحران اقتصادی کشور همسایه یعنی لبنان است که همزمان با شیوع کرونا سوریه را با کمبود ارز، سقوط ارزش واحد پول ملی و تورمی کمرشکن روبرو کرده. و حالا گویی همه این گرفتاری‌ها کم بوده که داعش هم از فرصت نابسامانی کرونا استفاده کرده و برگشته. بر روی این دیوار نوشته شده خلافت سر جایش می‌ماند. به گفته گزارشگر بی بی سی در سوریه، داعش همانند روزهای نخست ظهورش به کشتن شهروندان سوریه و رهبران محلی روی آورده. پسر این مرد را اسلامگرایان کشتند.
او میگوید که آنها فرزندش را ربودند و سرش را از بدنش جدا کردند. به خاطر شیوع کرونا از تعداد نظامیان و عملیات نیروهای ائتلاف کاسته شده و کار به جایی رسیده که اعضای داعش وعده دادند به زودی خانواده هایشان را از اردوگاه هایی که همکنون زیر نظر کرد هاست آزاد خواهند کرد. اینجا در شهر حسکه نظامیان کرد برای دستگیری یکی از همین زنها آمدند. آنها موفق شده بودند که در دوران بی‌نظمی ناشی از کرونا از اردوگاه بگریزند. زنگ خطری که این روزها به دلیل شرایط ویژه ناشی از کرونا چندان به گوش جهانیان نرسیده. کیوان حسینی، بی بی سی. تا امروز بیش از 34,000 نفر در ایتالیا جانشان را بعد از ابتلا به کرونا از دست دادند. برای یادبود این قربانیان کنسرتی در قبرستان شهر برگامو برگزار شد. بخشی از اون رو با هم دیگه می‌بینیم. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی تماشا کنید و همینطور در کانال یوتیوب ما. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا لحظات آخر دنبال کردید.